قدی نه کوتاه نه بلند، چهره‌ای همیشه گشوده به لبخند، تحریشی که چندان بلند نمی‌شد و سیبیلی همیشه کوتاه. وقتی با اندامی ورزشی گره می‌خورد، چهره خاص او را در ذهن تداعی می‌کرد. چهره خندان و دوست داشتنی، بنیانگذار توپخانه سپاه و یگان موشکی آن، حسن تهرانی مقدم. روزهای اول جنگ که سپاه هنوز سازمان رزمی نداشت و اسم نیروهای مردمی معروفتر از عنوان رسمی بسیج بود، دانشجوی جوان یزدی رشته معماری ما حوالی سوسنگرد می جنگید و خبری هم از آن جوان تهرانی که در آبادان می جنگید نداشت. جنگ بود که رفته رفته با هم آشناشان می کرد. ایشون تو محور خرمشهر آبادان بودن، در حالی که من تو جبهه سوسنگرد بودم، ولی از دور جبهه سوسنگرد میشنیدیم که در رابطه با روزهای اول جنگ بهترین استفاده را از خمپاره اندازها و عملیات آتشباری با خمپاره های 120 روی دشمن تو جبهه خرمشهر به جبهه آبادان داره انجام میگیره و مسئول این کار شهید حسن مقدم بود. به مرور که تو عملیات های فتح المبین به بعد سپاه توپخانه های دشمن رو به غنیمت گرفت، برای سازماندهی و استفاده از توپخانه های دشمن علیه خود دشمن شهید مقدم پیش قدم شد و سازماندهی کرد، آموزش های لازم رو دید و بعدی آموزش ها رو منتقل کرد به دیگران، در حالی بود که او هیچ گونه تخصصی در رابطه با استفاده از توپخانه نداشت. یکی می جنگید، دیگری زخم او را می بست و کس سومی آذوقه به آن دو می رساند. این رسم جنگ است. همه در خدمت کسی که در خط مقدم نبرد می جنگند. اما جوان نیکویی که تهرانی بود و مقدم، نمی توانست ببیند کمبود وسایل و ابزار چطور این هر سه را از او می گیرد و دشمن را جری می کند. آی که چه خوب بود اگر می شد رزمندگان را در این نبرد نابرابر به طریقی پشتیبانی کرد. هوش و استعداد بسیار بالایی در شهید مقدم بود که این رو در رابطه با بکارگیری ابزار و فناوری و تجهیزات مناسب برای پشتیبانی از رزمندگان اسلام سپاه و بسیج در جبهه بکارگیری کرد و برای همین در واقع مسئولیت بنیانگذاری توپخانه سپاه بر عهده ایشون گذاشته شد و این مسئولیت رو ایشون به خوبی انجام داد. و بعد از اون که خب توپخانه ها راه افتاد و کادرهای دیگه اومدن کنار ایشون و توپخانه سازماندهی شد و توی همه یگان ها تقریبا توپخانه راه اندازی شد و همه استفاده کردن. توپ های غنیمتی دشمن در عملیات فتح المبین اولین تجهیزات توپخانه سپاه شد. اما چه کسی میتوانست از این آهن پاره های سرد خاموش جهنمی در جبهه دشمن درست کند؟ این کار فقط از آن دو حسن برمی آمد، یکی از آذربایجان و آن دیگری از تهران، حسن شفیع‌زاده و حسن تهرانی مقدم، دو حسنی که امتحانشان را با گلوله باران خمپاره‌ای دشمن در عملیات طریق القدس پس داده بودند. ما از عملیات بیت المقدس شروع کردیم، اما استفاده مؤثرتر از عملیات رمضان بود که 3-4 ماه بعد از
عملیات فتح المبین بود. تو همین فاصله 3-4 ماه تقریبا توپخانه‌های ما راه اندازی شد و به کمک توپخانه‌های ارتش استفاده شد در جبهه. و البته در طول عملیات‌های بعدی هم در زمان جنگ توپخانه برادر ارتش همه جا، چون ما استفاده نیاز گسترده داشتیم با آتش توپخانه، هم توپخانه برادر ارتش بود ولی توپخانه خود سپاه هم در واقع راه اندازی شد. شهید مقدم باز به دنبال استفاده از آتش و نوع دیگری از پشتیبانی آتش از نیروهای جبهه بود و به فکر به دست آوردن و به کارگیری موشک با برده بلندتر و تأثیر بیشتر در جنگ افتاد و با یه کشور خارجی که هماهنگ شد و موشک اومد داخل کشور و داخل جبهه ها، این باز مسئول این کار، مسئول انتقال این موشک ها و استفاده از اونها و خودکفایی ما در امر موشک به عهده شهید مقدم بود و این کار را به خوبیشون انجام داد. من یادم هست که واقعا مشکلی رو همون کشوری که قرار بود به ما موشک بده و کارشناسان و متخصصین خودش رو با موشک هایی که فروخته بود به ما اعزام کرده بود به ایران، کارشکنی هایی رو داشتن اینا و نمیخواستن که در واقع کمک بکنن این کارشناسانشون که ما موشک را علیه عراق و حزب وضع به کار بگیریم. اینجا یکی از زرنگی هایی که شهید مقدم به خرج داد یادگیری خیلی سریع بود برای روانه کردن موشک و شلیک موشک روی اهداف مورد نظر که متکی به نیروهای خارجی نباشیم. این کار را به خوبی انجام داد و باز یکی از شاهکارهایی که شهید مقدم در رتبه موشکی انجام داد همین نکته بود و اولین موشکی هم که شلیک کردن این تیم و شهید مقدم بالا سرش بود به هدف اصابت کرد در حوالی کاخ صدام در بغداد که اثر خیلی تعیین کننده ای توی جبهه و اثر بازدارنده ای برای پیشگیری از شلیک های بعدی و آتش های بعدیش روی شهرها داشت. کم کم دیگر همه او را می شناختند. یک حسن بود و یک یگان موشکی سپاه، اما یگانی که نمی توانست موشک بسازد. بود که نمیخواستم بچه ها ریس بکنم، کوچکترین خطا و اشکالاتی که بود دوباره برمیگشتن، دوباره تصال رو در میبرن تو کار تحقیقاتی یه مقدار میتنم. اما همین که جنگ تمام شد، حسن به فکر کار نکرده افتاد، ساخت موشک، کاری که با تأسیس سازمان تحقیقات خودکفایی موشکی سپاه به حسن محول شد. قبل از سال 86 ایشون یک کارهای تحقیقاتی را روی مباحث موشکی و بعضی سلاح‌های دیگه کار می‌کرد، ولی بعد از اینکه من مسئول سپاه را گرفتم، یعنی سال 86، وقتی من با شناختی که ازشون داشتم و توانمندی که درشون سراغ داشتم و با در واقع آمادگی که در خود ایشون بود، قرار شد که این سازمان تحقیقات خودکفایی موشکی سپاه را بیفته و ایشون با دوستان خودشون و نیروهایی که نیروهای زبده و با انگیزهی که اطرافشون بودن این مجموعه رو راه اندازی کردن و با پشتیبانی هایی که ازشون به عمل آوردین توی این مجموعه رو به شکل خیلی خوب و موفق تا الان 2-3 سال جلو رو بردن. اهدافی که برای خودش ترسیم میکرد اهداف خیلی بلند و بالایی بود که بعضن این اهداف تو روزهای اول اصلا دست نیافتنی به نظر می اومد. یک اهدافی رو برای خودش ترسیم میکرد و چیزهایی رو میگفت که بسیار تعجب برانگیز بود و به نظر می اومد که این اهداف دست نیافتنی است. اما بعد از گذشته چند ماه که میگذشت دیگران متوجه میشدن که نه، این هدف قابل دستیابی است و در عمل هم ثابت میکرد که اینها شدنی است و این ما میتوانیم معروف عادت امام را واقعا
شهید مقدم با کار، تلاش، جدیت، توکل به خدا و تلاش شبانه روزی دنبال میکرد. این همت والا و هدف گذاری والا و آینده نگری بسیار دقیقی که ایشون داشت نسبت به نیازمندی های دفاعی جمهوری اسلامی از ویژگی های برجسته ایشون بود. خبرهای خوب را همه به تدریج می‌شنیدند. اینکه ایران توانسته موشک کوتاه برد بسازد، اینکه برد موشک‌ها را بیشتر کرده‌اند و اینکه قدم در راه بومی کردن دانش مرتبط با این صنعت گذاشتند. پشت همه این تلاش‌ها دست دوستان حسن پیدا بود. اما مایه وحدت این دل‌ها و دست‌ها حسن عامل زمان رو خیلی ایشون براش مهم بود و نمیخواست زمان و فرصتها رو از دست بده و اصرار داشت که هرچه سریعتر کارش به نتیجه برسه که یک عاملی بر عوامل اقتدار ملی جمهوری اسلامی اضافه بشه. این رو اصرار داشت، لذا برای همین شبانه روز کار میکرد. وقتی یه تستی مثلا داشت، یه کاری میخواد انجام بده، شاید در مدت طولانی یک ماه، 20 روز، یک ماه و نیم، شاید شبانه روزی سر کار در میدان حاضر بود و بعد وقتا مدت طولانی منزل نمی رفت و شبانه روز کار می کرد. خودش رو با عامل زمان تطبیق می داد. یعنی هرچی ما جلوتر می رفتیم در هر مقطع زمانی، هرچی نیاز روز و نیاز آینده دفاعی کشور بود رو دنبال می کرد برای اینکه تأمین بکنه. این و این یعنی تفکر استراتژیک. این تفکر استراتژیک رو همه مدیران ندارن، استثناء در بعضی ها پیدا میشه. و بعد مهمتر از همه مدیریت راهبردی ایشون، یعنی توان مدیریتی و مدیریت راهبردی که ایشون داشت، که باز به صورت خیلی ویژه نیروهایی را با خودش در واقع دور خودش جمع میکرد و کار میکرد که همه از همین ویژگی ها کم و زیاد برخوردار باشند. یعنی از روحیه جهادی، روحیه ایمان بالا، انگیزه بالا، روحیه تلاش و سخت کوشی برخوردار باشند و این مجموعه ایشون رو به یک مجموعه بی نظیر و بی بدیلی تبدیل کرده بود. مونده متخصصی که در قوی ترین دانشگاه های هوایی آموزش دیده و فرماندهی رو در این سطح نیرو هوایی انجام داد. دلیل این ادعای من کار نکرده در زمینه کاری حسن زیاد بود، اما انگار حسن عهد بسته بود همه کارهای نکرده را انجام بدهد. شاید برای همین بود که قدر وقت را می دانست و به زمان حساس بود. اما آن روز طور دیگری حرف می زد، روزی که آمده بود آخرین گزارشش را به فرمانده سپاه بدهد. یه جلسه ما هم داشتیم، اومد پلوی ما و بسیار خوشحال بود و نتیجه آخرین کارش را در واقع ارائه میداد و میگفت که این آخرین مشکلی که حدود یک ماه قبلش من در یه تستی که باشون بودم به یک مشکلی خوردن، تست موفقی بود، در یک بخش کوچکی یک مشکلی به وجود اومد که از نظر فناوری و تکنولوژی بحث پیچیده و سختی هم بود و یه مقداری ایشون رو نگران کرده بود که اگه این حل نشه خب کل پروژهش ممکنه با مشکل مواجه بشه. یه تکنولوژی هم بود که در کشور نبود و به سادگی هم ما به دست نمی آوردیم. ایشون کمتر از یک ماه و نیم این مشکل رو حل کرد و با خوشحالی اومد برای من که این آخرین نتیجه هم ما موفق بودیم، تست کردیم و این رو به دست آوردیم و آماده در واقع مثلا تستای نهایی هستیم و اینجوری عنوان میکرد که کارمون تموم شد دیگه. یعنی
همه اون مواردی که ما باید بهش دست پیدا میکردیم، اون فناوری هایی که تو بخش های مختلف و توی سیستم پیچیده پروژه‌ای که کار میکرد باید بهش دست پیدا میکرد، گفت همه اونها رو دیگه، این آخرینش هم موفق بود و کار ما تقریبا تموم شد و آماده هستیم. البته برای اون تست یک زمانی رو قائل بود برای تست های بعدی، اما مهم دستیابی به این آخرین فناوری بود که بهش رسیده بود و بسیار خوشحال فقط اینجوری اظهار میکرد که من دیگه کارم تمومه. این من دیگه کارم تمومه که چند بار تکرار کرد یه خورده ما رو هم نگران کرد که نکنه این من دیگه کارم تمومه یک معنای دیگری داشته باشه، که حالا متاسفانه همونم محقق شد. شاید شش ماهی دوم سال سردار رو بخوام که چه کار اضافه‌ای شما انجام بدید به عنوان اینکه دینمون نسبت به انقلاب فردا امام انجام داده باشیم، که وظیفه بود که وظیفت بوده، چه کار کردیم؟ اگر کاری رو اومدیم ارائه دادیم خارج از آنچه که سازمان برای ما به عنوان یه کار روتین شده و جاری خواسته، شاید فرمانده هنوز ابا دارد از اینکه صریح حرف بزند، اما کشف واقعیت از لابلای کلمات نگفتهش زیاد سخت نیست. با احتیاط سعی می کرد از علت شهادت این رزمنده جوان سالهای جنگ و بنیانگذار صنعت موشکی سپاه بگوید. شهید مقدم چون یکی از ویژگی‌هاش حضور میدانی و مدیریت میدانی در صحنه بود، یعنی دائم در کارهای سخت در کنار نیروهای صحنه عمل و میدان حضور داشت و چون اون روز هم داشت در واقع یک کاری آماده میشد، یک انتقالی انجام میگرفت برای یک تستی و این تست مهمی هم بود، خب خودشون این حضور رو در صحنه رو داشت و اون حادثه که پیش اومد در واقع خودشون هم در واقع به شهادت رسید. فشار زیاد وارد میشه، فشار ناشی از فقدان این افراد بزرگ و توانمند. اولین نگرانی هایی که ایجاد میشه در واقع کار این هاست، نتایج کار این ها و اینکه این خلأ وجودی این ها رو که میخواد پر بکنه. در مورد اینکه اینها به شهادت میرسن، خب این احساس در واقع تو ما وجود داره، یعنی میبینیم انصافا افرادی که شهید میشن معمولا میشه حدس زد که چه اتفاقی برای اینا میفته. مثلا شهید کاظمی کاملا معلوم بود به اصطلاح شهادتش، اینکه دنبال شهادت هست، آرزوی شهادت میکنه. شهید مقدم هم چنین حالتی داشت، اما اون چیزی بیش از هر چیز انسان رو نگران و ناراحت میکنه به خاطر اینکه این خلأ وجودی اینها رو دیگه کی پر میکنه و چی میشه.